در این برنامه صفحه دو، باراک اوباما در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوریش چگونه خواهد توانست با کنگره مخالف خود کنار بیاید؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری این کشور توجه خیلی کمتری را جلب می‌کند، اما اهمیت آن برای آمریکا و برای دیگر نقاط جهان کمتر از تغییر رئیس جمهوری این کشور نیست. در انتخابات اخیر حزب جمهوری‌خواه توانست اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و به این ترتیب باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا مجبور خواهد شد در دو سال آینده نظر رقبای جمهوری خواهش را بیشتر رعایت کند و خصوصا در سیاست خارجی رضایت جمهوری خواهان اهمیت بسیاری خواهد یافت. در این برنامه درباره نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی باراک اوباما صحبت می‌کنیم با شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی که از استکهلم با ماست و اینجا در استودیو حسین رسام تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار تحلیلگر ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد. بسیار ممنونم از هر سه مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرا شدند. آقای رسام، فکر می‌کنید که چرا مردم آمریکا در این دوره از انتخابات اقبال بیشتری رو به جمهوری خواهان نشون دادن؟ به عنوان اصل کلی میتونم بگم که مایه تعجب نخواهد بود اگر اوضاع بر وفق مراد نباشه و مشکلات رو مردم حس بکنن، مقصر اصلی رو رئیس جمهور و حزب حاکم در امریکا بدونن. و خب این نگاهی هستش که بسیاری از مردم امریکا داشتن. کنگره‌ای که الان داره دورش به پایان میرسه فقط مورد اعتماد 7% مردم امریکا بود. خب آمار بسیار پایینه و با کنگره‌ای مواجه روبرو بودیم که از گفته میشه از 1947 تا به امروز ضعیف‌ترین کنگره بوده و کمترین کارکرد رو داشته. خب مردم امریکا علی‌رغم اینه که وضعیت اقتصادی کلی امریکا داره بهتر میشه، این رو حس نمی‌کنن خیلی و 2/3 امریکایی‌ها معتقدن که وضعیت اقتصادی فرزندانشون بدتر از خودشون خواهد شد. خب طبقه متوسط امریکایی که دیگه داره کم کم حذف میشه. از اون سو شما با انتخابات میان دوره‌ای مواجه هستین که گرانترین انتخابات تاریخ امریکا بوده. 3.6 میلیارد دلار درش هزینه شده و بیش از نزدیک به 1.6 میلیارد پیام تبلیغاتی درش اومده و در این پیام ها طبق آمار 74% پیام ها منفی بوده و کاملا آقای اوباما رو هدف قرار داده. به طور کلی میتونیم بگیم که انتخابات میان دوره‌ای درش مشارکت کمتر هستش و چون غالبا این گونه عملا به دست میادش که بیشتر سفیدپوستا در شرکت میکنن، سنشون بالاتر هستش. در این انتخابات برای مثال فقط 13% رای دهنده‌ها زیر 30 سال داشتن، آمار بسیار کمی بود، جوان‌ها نرفتن رای بدن و از اون طرف سطح سواد هم البته بالاتر هستش. خب اون بخشی که آقای اوباما رو حمایت می‌کردن با توجه به اینکه به هر حال مقبولیت و محبوبیت آقای اوباما هم در حال نزول بوده، اونها نرفتن رأی بدن. کمترین میزان مشارکت رو داشتیم ما در انتخابات، در انتخابات میان دوره از 1942 نزدیک به 36%. خب این افت تعداد شرکت کننده رأی دهنده و از اون طرف مشکلاتی که وجود داشت، ضعف کنگره، همه اینها باعث شدش که نتایج به این گونه به این سمت حرکت کنه. من فقط یک نکته دیگر را اشاره بکنم که به حال فراموش نکنیم، بخصوص در انتخابات سنا. این انتخابات مربوط به کلاس 2 سنا هستش، یعنی مجموع ایالت هایی که به عنوان کلاس 2 معمولا معرفی میشن و به طور سنتی جمهوری خواه شانس بیشتری در اونجا دارن و از چندین ماه قبل، شاید حتی 7-8 ماه قبل، این پیشبینی صورت میگرفتش که بین 4-8 کرسی به در سنا به جمهوری خواه برسه. بس کلیت اینها میتونیم بگیم که این عوامل دست به دست هم دیگه دادن تا دموکرات ها به حال انتخابات بسیار بدی رو تجربه بکنن. کما بیش قابل پیش بینی هم بود، همونطوری که شما اشاره کردید. آقای آهی، شما چگونه میبینید دلیل این گردش به سمت جمهوری خواهان رو؟ با تایید صحبت های آقای رسام عزیز،
یه نکته رو فقط عرض میکنم که جالب بود، استثنایی بود. خب معمولا در انتخابات میان دوره بار دوم رئیس جمهور تحت فشار قرار میگیرن، ولی واقعا بی سابقه بود که اینقدر کاندیداها سعی بکنن، کاندیدای حزب خود آقای اوباما، دموکرات ها سعی کنن که از اون فاصله بگیرن. در یکی از ایالات یکی از کاندیداها دموکرات به رقیب جمهوری خواهش میگفت تا اصلا اسم منو میشناسی، منو میشناسی، تا همش داری علیه آقای اوباما کارزار انتخاباتی تو صورت میدی. در یه ایالت دیگری باز یک کاندیدا حتی حاضر نشد که بگه با آقای اوباما رأی داده یا نه، دموکراته. ازش میپرسیدن، خرج زیادی داره که به رأی دهندگان خودش حتی قبول نکنه که با آقای اوباما رأی داده. دلیل اینا چیه؟ فکر میکنم یه احساس گونگ ولی عمیقی در آمریکا همیشه راجع به موقعیت آمریکا توی دنیا وجود داره. وقتی که خودشون امن و امان قوی میبینن، مثلا زمانی که آقای کارتر انتخاب شد، بعد از نیکسون و فورد خودشون قوی میدیدن توی دنیا، حاضرن یه رئیس جمهور ملایم تری رو داشته باشن. وقتی که خودشون تحت فشار میبینن، امنیتشون در خطر میبینن، میخوان واقعا یه رئیس جمهور قوی داشته باشن. این عین شرایط انتخاب شدن آقای اوباما بود که فکر کردن آقای بوش زیادی هم نظامی و قوی عمل کرده، و حالا که یه احساسی به وجود اومده که عصر جهانی یک قطبی یا توهم یک قطبی بودن بعد از جنگ سرد تموم شده و باز دو مرتبه روبرو هستن با یه سیستم دو جهانی، جهان آزاد و دشمنانش، و اینجا آقای اوباما رو ضعیف میبینن. این مسلما یه ریشه‌ای داشته. یه نمونه رو عرض بکنم، بله. از ستاره های درخشان این انتخابات کسی که موافق و مخالف دارن ستایشش میکنن، حتی استراتژیست آقای اوباما آقای اکسل راد، این خانم جونی ارنست هست، یه خانمی از آیووا زیادم نمیشناختن ولی سرهنگ و همون روحیه زمان آقای ریگن رو القا میکنه و موفقیت بزرگی داشته. اینا همه علائمیه که آمریکا یه رئیس جمهور قوی تری رو میخواست. آقای شهیر سالس، از بیرون که نگاه میکنید معمولا تلقی در افکار عمومی هست که باراک اوباما یک رئیس جمهور محبوب هست، در حالی که این انتخابات ظاهرا به نظر میومد که معکوس این داستان هست و این تلقی عمومی خیلی صحت نداره. چرا فکر میکنید که افکار عمومی شوریده علیه اوباما؟ به نظر من نشوریده. اوباما اصولا توی سیاست‌های داخلی با شعارهای تغییر و اینا که اومدش سر کار، چه دور اول چه دور دوم، موفق نبودش. طرحایی هم که دادش طرحای زیاد موفقی نبود، نه به خاطر اینکه خود طرح الزاماً چیز بدی بود، ولی مقاومت‌هایی که شد در مقابلش، به خصوص در مورد اوباماکر، یک مجموعه درست شد در داخل که سطح محبوبیت اوباما رو نسبت به انتظاراتی که این از شعارها و حرفاش ایجاد کرده بود به شدت آوردش پایین. من معتقدم که یعنی تاریخ آمریکا نشون میده که سیاست خارجی چندان تأثیری توی انتخابات آمریکا نداره، مگه توی موارد خیلی خاصی ما دیدیم مثل جنگ ویتنام بوده، یا مثلا مثل دوران بعد از جنگ عراق و ماجراهایی که تو عراق پیش اومدش. به طور کلی سیاست خارجی در انتخابات، یعنی مردم اونقدر حساسیت رو سیاست خارجی ندارن، بلکه بیشتر به مسائل داخلیشون نگاه میکنن، و اوباما میگم سطح انتظارات رو خیلی بالا برده بود با شعار تغییر، شعار تغییر شعار موثری بودش، ولی خب اون کارآمدی رو از خودش نشون نداد. ضمن اینکه آقای آهی درست میفرمایند، اون تصویری که آمریکا قرار بود به عنوان یک قدرت جهانی از خودش نشون بده در دوره اوباما یه مقدار زیادی مخدوش شد. اونم به نظر من با تقصیر اوباما نیستش. شرایط جهانی یه جوریه که الان بهترین متخصصای دنیا میگن که امریکا رو به افوله. امریکا دیگه اون ابرقدرتی که با هر اشاره انگشتش بخواد تغییراتی تو دنیا ایجاد کنه واقعا نیستش. در نتیجه خب باز همونجور که جناب رستم گفتن، تمام اینها رو از چشم اوباما میبینن.
اون جایگاهی که امریکا داره. ولی به نظر من این یک تغییر کاملا طبیعی هستش. ما میبینیم که توی منطقه الان سیاستایی که عربستان سعودی، ترکیه، قطر اینا تعیین میکنن واقعا تقریبا به واشنگتن اتکایی ندارن. هر کسی دیگه ای بود به نظر من وضعیت خیلی فرق نمیکردش. امریکا دیگه نمیتونه به اون شرایط سابق، به اون ابرقدرتی برگرده. این یک واقعیتیه که باید قبول کنه. حالا دو تا بحث هستش که یه عده میگن امریکا به طور نسبی داره افول میکنه، به این معنی که کشورهای دیگه، قطبای دیگه همونجور که جراباهی گفتن دارن سر برمیارن و میخوان فاصله شون با امریکا کم کنن. ولی یه نظریه دیگه هم هستش که به طور مطلق امریکا داره، یعنی خودش نسبت به خودش هم داره افول میکنه. این در مجموع شما عمل کرده اوباما رو خیلی موثر نمیدونید؟ نه، من خیلی موثر، بله من خیلی موثر نمیدونم. یعنی شرایط جهانی به نظر من و وضعیت خود آمریکا یک جوریه که دیگه نمیتونه اون شرایط سابق رو ایجاد کنه، ولی خب مردم این رو از چشم اوباما میبینن. آقای رستم‌آلا، از دلایل ماجرا که بگذاریم، در خطوط اصلی سیاست خارجی اوباما فکر میکنید که ممکنه تغییری ایجاد بشه؟ من قبل از اون اگر اجازه بدین یک جمله کوچیک فقط عرض کنم برنده فرمایشات دو دوست بزرگوارم در مورد این انتخابات، این که تصویری که امریکایی از خودشون دارن و وضعیت اقتصادی که دارن، این گونه که زندگیشون رو میبینن، این هست در این حالی که وضعیت داخلی خیلی مهمه. برای مثال یکی از مباحثی که در این انتخابات بود حداقل حقوق بود و در سه تا ایالتی که وعده حداقل حقوق بالاتر داده شد به رای دهندگان نبراسکا، آرکانزاس و آلاسکا، در هر سه اینها ما مشارکت بالاتر دیدیم به نسبت 2010 و جمهوری خواهم رای آوردن. پس این وجه بسیار مهم هستش که این تلفیق میشه با وضعیت طبقه متوسط امریکایی و اون گونه که امریکایی‌ها خودشونو میبینن در دنیا و دچار مشکل میشن. طبیعتاً تأثیر داره در حوزه سیاست خارجی برای آقای اوباما. اگر از بدیم من برمیگردم به ماه خرداد، وقتی که آقای اوباما اون سخنرانی معروفشون رو در آکادمی نظامی وست پوینت انجام دادن و در اون زمان آقای اوباما میتونیم بگیم یک تغییر جدیدی رو معرفی کردن در سیاست خارجی امریکا، یا اون چیزی که به طور سنتی در ادبیات سیاسی معروف هستش به پکس امریکانا یا به حال صلح امریکایی و اون اقتدار بلا منازع امریکا هستش از جهت نظامی در دنیا و مداخله گری امریکا هر جایی که لازم ببینه. آیا اوباما اونجا اومدن شرح دادن که خب دنیا فرق کرده، دیگه با دنیای گذشته مواجه نیستیم، پدیده‌هایی به وجود اومده که ما به اندازه گذشته راحت نمیتونیم درکشون بکنیم. و یه جمله کلیدی و معروف داشتن اونجا، گفتن که اگر ما قوی ترین چکش دنیا رو در اختیار داشته باشیم، به این معنی نیستش که هر مشکلی رو که دیدیم به عنوان میخ باش برخورد بکنیم. و اونجا حرفی که میزدن اساسا این بودش که خب ما نیاز داریم که دوباره به وضعیت خودمون نگاه بکنیم، داخل اقتصادمون رو قوی تر بکنیم، روابطمون رو بهتر بکنیم با دنیا. آیا اوباما اونجا به درستی گفتن که ما وقتی در یک جایی وارد میشیم، نباید وقتی میایم بیرون بیشتر از اینی که دوست به وجود پدید آورده باشیم، دشمنانمون رو افزایش داده باشیم. البته اون قبل از حمله داعش بودش در عراق، ولی به هر حال اون مورد بسیار مورد انتقاد قرار گرفتش. خب حالا با سنا، به خصوص با سنای مواجه هستیم که جمهوری خواها بسیار اکثریت گرفتن درش، خیلی قوی تر شدن. آقای مکین رئیس کمیته دفاعی خواهد شد، آقای کورکر روابط خارجی رو در دست خواهد گرفت. با این اوصاف فکر میکنید که اوباما همین سیاستی که داشته رو خواهد تونست ادامه بده یا اینکه نه جلوش گرفته میشه؟ من معتقدم ایشون قدری مجبور به تعدیل خواهد شد، ولی در این حال فراموش نکنیم که حتی دموکراتایی که از حزب خودشون بودن هم خیلی طرفدار سیاست خارجی اوباما نبودن و آقای اوباما تحت فشار بود. آقای منندز برای مثال ژانویه گذشته بودش که رئیس 10 تا کمیسیون سنا مجبور شدن نامه بنویسن به رئیس سنا و جلوی طرحی که ایشون می‌خواست تحریم‌های ایران رو افزایش بده رو بگیرن. به طور کلی آقای اوباما در این زمینه مشکل داشته و این مشکل هم ادامه پیدا می‌کنه. ولی فراموش نکنیم که در این مدت باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی،
منتقدینشون هم روی سطح لغزانی در حال حرکت هستن، چون اگر فشار بیارن و امریکا مداخله بکنه و این مداخله نتایج منفی به بار بیاره، اون وقت خودشون هم دچار مشکل خواهند شد. آقای آهی، شما چه فکر میکنید؟ آیا آنچه که منتقدان آقای اوباما میگن، این که میگن که تأثیر آمریکا در بحرانهای جهانی، در معادلات جهانی رو به کاهش هست، حوزه نفوذش داره کمتر میشه، آیا این نتیجه عملکرد اوباماست یا این که نه، بدون اوباما همین اتفاق میافتاد به هر حال؟ نه، به هر حال قدرت نسبی آمریکا توی دنیا کم میشه. این مطالعات خود نشنال اینتلیجنس کانسل نشون میده که تا سال 2030 نفوذ نسبی آمریکا و غرب اصولاً در دنیا خیلی کمتر خواهد شد. ولی باز ببینین، اگر زمانی که فرض بر این هست که در یک جهان یک قطبی زندگی میکنیم و میشه با مشارکت بقیه شیخوخیت جهانی مسائل را حل کرد، اون وقت نوع رویکرد آقای اوباما قابل قبول و منطقیه. ولی وقتی که یه دفعه این احساس پیدا میشه که نه، دو تا دنیا هستن و دشمنانی داریم و در حال جنگ هستن، این آخه شوخی نیست. توی همین یک سال اخیر آقای اوباما، یک سال پیش وقتی که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد، رفت سن پترزبورگ با آقای پوتین توافق کرد و راه حل مشترک پیدا کردن، و با وجودی که از خط قرمز آقای اوباما رد شده بودن، آقای اوباما عمل نظامی انجام نداد. یک سال بعد سر دو نفر رو میبرن و یک دفعه مردم پشتیبانی میکنن از اینی که هر اقدام شدیدی آقای اوباما انجام بده. یک سال بعد روسیه ستون زرهیش وارد اوکراین شده و بخشی از خاک اوکراین رو زمینه کرده به خاک خودش. این خیلی فرق داره با کاری که آمریکا انجام داده مثلا توی عراق یا لیبی، نیومده زمینه کسی رو به خودش وصف بکنه. خب این یه دفعه احساس ناامنی و زیر پا گذاشتن مبانی قانون بین المللی پیش میاد و احساس نیاز به یه رئیس جمهور قوی که قوی تر عمل بکنه به وجود میاد. این احساس به وجود میاد که کوتاهی شده، خلایی به وجود اومده، چیزایی مثل داعش در رحم این خلا رشد کردن و خب اینها به ضرر آقای اوباماست. همینطوری که آقای رسام عزیز گفتن، این خیلی مهمه که بیشتر دموکرات هم در خیلی از موارد توی سنا مخالف سیاست های آقای اوباما بودن، من جمله شرایط مذاکره با ایران که حالا واردش خواهیم شد. ولی اینی که رئیس سنا کی باشه خیلی مهمه. وقتی که آرای کافی برای این بود که سنا در مقابل سیاست آقای اوباما در مذاکرات اتمی بیسته، رئیس نگذاشت که این به رأی برسه. بله. حالا با عوض شدن رئیس، با آقای میچ مکانل در به جای آقای حریری، نخواهند تونست این کار رو بکنه. اینا خیلی مهم. قانون اساسی آمریکا جای بالاتری رو برای سنا گذاشته بود در سیاست خارجی تا اون چیزی که در عمل اتفاق میفته، چون حالا قراردادها و معاهدات و پادمانهای بین‌المللی می‌بندن بدون اینکه نام پادمان روش بذارن و مجبور باشن از سنا تاییدیه‌ای رو بگیرن. جنگ می‌کنن مثل ویتنام بدون اینکه اعلام جنگ حق کنگره هست بشه. ولی آقای اوباما خلاصه روبرو خواهد بود با مقاومت‌هایی که نظیر اون رو تا حالا ندید. و همین رو اگر بخوایم بیشتر بکاویم، منتها با تمرکز روی ایران، فکر میکنید که در رویکرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران، حالا چه در پرونده هسته‌ای، چه در روابط کمابیش میشه گفت و جانبه‌ای که به هر حال به نوعی در حال ایجاد هست، آیا تأثیر چشمگیر رو خواهیم دید آقای سید سالس؟ ببینید، همونجور که آقای آهی فرمودن، سنا نقش تعیین کننده‌ای داره. با انتخاب شدن کاندیداهای بیشتر جمهوری خواه تو سه سطح الان سنا میتونه در مقابل اوباما عکس العمل نشون بده. یکی در سطح کلی تعداد هستش که حالا 53-47 حالا 52-47 یکی معلق، ولی به هر صورت اینا الان اکثریت رو به دست آوردن. یکی در سطح کمیته ها هستش که سه تا کمیته که به کار ایران خیلی مربوط میشه، یکی نیروهای مسلح، یکی کمیته بانک و خانه سازی
که اینا به ذهنم جور در نمیادش که چجوری با هم هستن. و یکی هم کمیته روابط خارجی. این سه تا به ایران مربوط میشن و اینا الان کنترلشون دست جمهوری خواه افتاده. حالا چه خاصیتی داره؟ شروع کار برای آوردن لوایح که یک سیاست خارجی رو تثبیت بکنن و یا راه بندازن از کمیته ها شروع میشه. آقای مکین که الان قراره بشه رئیس کمیسیون نیروهای مسلح، خب ایشون میدونیم که با سیستم حکومتی ایران وضعیتش چجوری. حالا یه بحثایی هستش، میگن قبلا شما 6 سال اینجا رئیس بودی، حالا نمیتونی بشی، دارن ایشون رو به چالش گرفتن. ولی ایشون به اتفاق آقای گراهام، اینا یک زوجی هستن که اصلا هر چی که مطرح باشه آخرش میگن آقا ما باید یه حمله نظامی بکنیم به ایران. این راه حل خوبش، درستش این. تو قسمت بانکداری به نظر من تغییر اساسی پیدا نمیشه، به خاطر اینکه رئیس قبلی و رئیس جدید اینو هر دو از سیاست‌های فشار، یعنی آقای کراکر هم همون سیاست‌های قبلی رو میره و ما دیدیم که تحریم‌هایی که از 2010 گذاشتن واقعا خورد کننده بودش. در مورد روابط خارجی کسی اونجا رئیس بوده؟ آقای منندز که از سطح جمهوری‌خواه تره، یعنی سیاست‌های بسیار رادیکال داشته. در نتیجه الان هم آقای سناتور شلبی صحبتش هستش که جایشون رو بگیره، به نظر من اونجا هم تغییر نمی کنه. برای این در این سطح هم زیاد اثر نداره. اون چیزی که آقای آهی فرمودن، رئیس سنا، یعنی کسی که اکثریت رو داره، که آقای میش مکانل الان قرار هستش که بیان و کار رو به دست بگیرن، این خیلی مهمه از این نظر که آقای حریری جلوی اون لایحه کرک منندز رو، اصلا جلو طرحش رو در صحن مجلس سنا گرفت. ولی ما توجه داشته باشیم همون موقع که ایشون گرفتش، اینا حد اکثر به 57 رأی رسیده بودن. وقتی که اوباما تهدید کرد که من این رو وتو میکنم، اینا به 67 رأی احتیاج داشتن. تقریبا غیر ممکن بود که اینا حتی اگر اینو بیان مطرح بکنن، اینا به 67 رأی برسن. الانم به نظر من درسته که یک برگ برنده پیدا کردن که میتونن. همین آقای مک‌کانل خیلی شدید اعتراض کردش به هری رید که این یه مسئله امنیت ملیه و تو چطور داری جلو اینو میگیری. بله، بسیار خوب. و در مورد حدود 3 دقیقه باقی مونده، من دوست دارم که اگر امکانش باشه هر کدوم یک دقیقه کوتاه این رو محبت کنید پاسخ بدید. آقای رسام، یک نظریه سنتی میشه گفت وجود داشته که معتقد هست که هم در ایران هم در آمریکا تمایل به ایجاد رابطه هست، ولی همیشه تندروهای دو طرف میان وارد ماجرا میشن و اجازه در واقع جلو رفتن رو نمیدن. حالا در آمریکا این جمهوری خواهانی که حالا احتمالاً میشه گفت تندرو هستن، اومدن و کنگره رو به دست گرفتن. تأثیر این در داخل ایران چه خواهد بود؟ ممکنه مثلا تندروهای ایران رو هم فعال‌تر بکنه؟ به هر حال تندروهای ایران مجبورن که قدرت متقابل خودشون رو و آمادگی خودشون رو برای تندتر شدن نشون بدن، حالا از موشک موعود گرفته تا بیانیه 200 نماینده مجلس. ولی در این حال هر دو طرف هم متوجه هستن که تا یه جایی این میتونه پیش بره و از یه جایی اگر میزان تخریبش افزایش پیدا بکنه و امکان تخریب در واقع امکانات حل مسائل بین ایران و امریکا افزایش پیدا بکنه، اون وقت در واقع اثرات منفیش بسیار باشه. برای همین هر دو طرف فکر میکنم با احتیاط حرکت میکنن. و و به حال فراموش نکنیم که از یه طرف آقای اوباما مجبوره که طوری با ایران برخورد بکنه که حمایت کنگره رو داشته باشه در مذاکرات، و تندروهای ایرانی هم متوجه هستن اگر شکست بخوره اون وقت امکان کنگره و سنا برای فشار بیشتر افزایش پیدا میکنه. هر دو طرف متوجه این مسئله است. آقای آهی، شما چه فکر میکنید؟ خب کاملا موافقم با آقای رسام عزیز. ببینید تا حالا یه خط قرمزهای آقای خامنه‌ای برای آقای ظریف میکشیدن، ولی این طرف کنگره در جایی نبود که خط قرمز بتونه برای آقای اوباما تعیین کنه. با کنگره جدید این به وجود خواهد اومد. نتیجه چی خواهد شد؟
هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که برگردن به قول آقای عراقچی به قبل از جوان سال پیش. بنابراین منتهای سعی خودشون خواهند کرد که صورت خوبی، چهره خوبی روی اون توافقایی که شده بگذارن تا مذاکرات کاملا از بین نره که کار به حمله نظامی یا تسلیم آمریکا در مقابل ایران اتمی بشه، ولی ادامه بدن صحبت همون تا راه ادامهش راه بسیار مشکل و سنگلاخی خواهد بود به علت پیروزی جمهوری خواهد. بسیار متشکرم. و آقای شهرسالس نظر شما هم در این مورد من فقط یه جمله بگم که تأثیر این بر وضعیت ایران چیه خیلی مهم هستش. اونجا ناقص موندید، من گفتم تو سه سطح این تغییرات ایجاد کرد. کاری که جمهوری خواه میتونن بکنن که جلوی اوباما رو بگیرن، اینا یا باید قوانینی بیارن که سانکشن های جدید بذارن و یا باید کاری بکنن که اون قدرتی که داده بودن که بتونه به تعلیق در بیاره بیشتر تحریم ها رو، اون اختیارات ازش بگیرن. به نظر من این میتونه با ویتوی اوباما روبرو بشه. این ویتو باید در هر دو خانه، سنا و کنگره، با دو سوم آرا بشه. در سنا امکان داره این بشه، ولی در مجلس نمایندگان حدود 155 تا 165 نفر پشت سر اوباما هستن. به نظر من این قدرت رو نخواهد داشت کل کنگره که جلوی این رو بگیره. مشکل ممکنه ایجاد بکنه، ولی به نظر من این قدرت رو که بتونه جلوی روند این جریانات رو بگیره و اوباما رو متوقف بکنن نخواهد داشت. بسیار بسیار متشکرم. شهید سالس و حسین رسام اینجا در استودیو با ما و شهریار راهی در استکهلم. خیلی ممنونم از هر سه آقایان و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه دو در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه2. هم از طریق ایمیل در وبسایت، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش.